Meselesi İran tırlarının kanunsuz olarak Qarabağ bölgəsinə getməsi birinci dəfə baş vermiş. الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان اخیرا مدعی ورود غیرقانونی کامیون‌های ایرانی به قره‌باغ شده. اون همچنین از رزمایش‌های نظامی ایران در مرز آذربایجان هم گلایه کرده. ایران هم پس از این اظهارات رزمایش فاتحان خیبر در شمال غرب کشور را برگزار کرده. اما چرا ماجرا تا این حد حساسیت برانگیز شده؟ بررسی را از وضعیت جغرافیایی جمهوری آذربایجان آغاز می‌کنیم. خاک این کشور دو تکه است. یعنی بخشی از این کشور به نام نخجوان به وسیله بخشی از خاک ارمنستان از سرزمین اصلی آذربایجان جدا شده. نخجوان 163 کیلومتر با ایران، 224 کیلومتر با ارمنستان و 12 کیلومتر هم با ترکیه مرز مشترک داره. یکی از دغدغه‌های همیشگی جمهوری آذربایجان باز کردن مسیرهای ارتباطی با نخجوان به ویژه مسیر زمینی بوده. از طرف دیگه آذربایجان و ارمنستان از زمان استقلال خودشون به دلیل مسئله قره‌باغ با هم در دشمنی بودن. قره‌باغ بخشی از جمهوری آذربایجان تلقی میشه، اما از زمان استقلال جمهوری شوروی ارمنستان بر این منطقه تسلط داشته. به این ترتیب آذربایجان برای برقراری ارتباط زمینیش با نخجوان از خاک ایران استفاده میکرده. سال گذشته آذربایجان در آخرین جنگش با ارمنستان بخشای زیادی از قره‌باغ را پس گرفت. در توافق آتش‌بس مقرر شد که مسیر زمینی ارتباط نخجوان با سرزمین اصلی آذربایجان با وساطت روسیه به خود باکو برسه. به این ترتیب امتیازی که ایران در برقراری ارتباط میان این دو بخش جمهوری آذربایجان داشت از بین رفت. اما ماجرای کامیون‌ها چیه؟ از مرز نوردوز بین ایران و ارمنستان تا ایروان پایتخت ارمنستان 400 کیلومتر فاصله است. کامیون‌های ایرانی پس از طی کردن مسیری در خاک ارمنستان به جاده گوریزکاپان می‌رسند. 16 کیلومتر از این جاده بعد از جنگ قره‌باغ به کنترل آذربایجان درآمده. به بیان ساده‌تر کامیون‌های ایرانی در مسیر خودشون وارد خاک آذربایجان میشن و پس از 16 کیلومتر دوباره به خاک ارمنستان برمیگردن. جمهوری آذربایجان هم 130 دلار حق ترانزیت از این کامیون‌ها می‌گیره. مشکلات رخ داده در این خصوص باعث شده تا دو راننده ایرانی در ماه گذشته توسط نیروهای باکو بازداشت بشن. البته ارمنستان یه مسیر جایگزین هم برای این جاده داره، اما این مسیر هنوز زیرساخت لازم برای عبور همه تریلی‌ها رو نداره. اما تنش اخیر کمی پیچیده‌تر از یک مسیر ترانزیتیه. ماجرا مربوط به استانی به نام سیونیک در ارمنستان میشه. مرز ایران و ارمنستان 44 کیلومتر و تمام این مرز در محدوده استان سیونیک در ارمنستان قرار گرفته. سیونیک هم با ایران مرز مشترک داره، هم با سرزمین اصلی آذربایجان و هم با نخجوان. این استان بیش از 4500 کیلومتر مربع مساحت داره، یعنی مساحتش فقط کمی از نخجوان کمتره. حالا برخی اخبار غیر رسمی از تلاش باکو برای تسلط بر استان سیونیک با حمایت ترکیه حکایت داره. اگر این اتفاق بیفته آذربایجان ارتباط زمینی با نخجوان رو کاملا به کنترل خودش در میاره و مرز ایران و ارمنستان از بین میره. این موضوع فوق العاده برای ایران حائز اهمیته، زیرا در این صورت ارتباط زمینی ایران به اروپا از طریق ارمنستان قطع میشه و هر گونه ارتباط زمینیش با اروپا صرفا از طریق آذربایجان یا ترکیه میسر میشه. البته باکو به طور رسمی ادعایی در خصوص مالکیت بر استان سیونیک ارمنستان نکرده، اما بعد از جنگ قره‌باغ تلاش زیادی کرده تا ارتباط زمینی سرزمین اصلی خودش با نخجوان رو برقرار کنه. حتی در توافق آتش‌بس ارتباط زمینی آذربایجان با نخجوان با نظارت روسیه تضمین شده. اما آیا آذربایجان تاکنون گامی برای اشغال سیونیک برداشته؟ به طور رسمی نه، اما برخی اخبار چیز دیگه ای میگه. مثلا علی سقاییان سفیر پیشین ایران در ارمنستان گفته باکو مدعی بخشی از قره‌باغ در سیونیک واقع شده. اون گفته شماری از نیروهای آذربایجانی وارد سیونیک شدن و ارمنستان هم هیچ مقاومتی نکرده. سوال بعدی اینه که نقش ترکیه و اسرائیل در این تنش چیه؟ ترکیه از هر گونه اتصال نخجوان به سرزمین اصلی آذربایجان حمایت میکنه، زیرا ارتباط آنکارا با باکو رو برقرار میکنه. Ben senden ayrılmazdım. Zor ile ayırdılar. این اتفاق در راستای سیاست بلند پروازانه ترکیه برای اتحاد با آذربایجان و البته تحت فشار قرار دادن ارمنستانه. از طرف دیگه تقریبا 40% تسلیحات آذربایجان رو اسرائیل تامین میکنه. اسرائیل از نفوذ خودش در واشنگتن به نفع باکو هم بهره میگیره. در مقابل آذربایجان اسرائیل رو به مرزهای ایران میرسونه تا اطلاعات حساس و مورد نیاز خودش رو با استفاده از جاسوسی به دست بیاره. اخبار غیررسمی حتی میگن بین 500 تا 1000 نیروی امنیتی اسرائیل در آذربایجان حضور دارن. ما تنها نقشه ای رو که میشناسیم نقشه ای هست که هیچ وقت تغییر نخواهد کرد. مرزهای ما همونطور که رهبری هم فرمودن مرزهایی هستش که نه دست خواهد خورد و نه ما اجازه میدیم.
تغییر مرزهای رسمی و حضور اسرائیل دو مسئله ای که ایران به شدت روی اونها حساسه. حالا باید دید در روزهای آینده چه اتفاقاتی رخ میده. ما ضرورت داشتیم که نمایش قدرتی در این منطقه داشته باشیم.